حضور 5000 و یا هم 4500 نیروی آمریکایی در افغانستان آخرین حد کاهش در شمار نیروهای آمریکایی برای انجام مأموریت‌های هوایی، استخباراتی، مشوره و کمک به نیروهای دولتی افغانستان بود که از سوی نظامیان آمریکایی به کاخ سفید گزارش داده شده بود. اما برخلاف این گزارش نظامیان آمریکایی، قرار است رئیس جمهور آمریکا شمار نیروهای آمریکایی را که اکنون در حدود 5000 تن می‌رسد، تا 2 ماه دیگر به 2500 تن کاهش دهد. خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان متحدان ما را صدمه خواهد زد و کسانی را که میخواهند به ما زیان برسانند خوشحال خواهند ساخت. خشونت‌ها در برابر افغان‌ها هنوزم شایستند. طالبان به شرایط توافقنامه به اصطلاح سال پابند نیستند. پیامدهای خروج زودهنگام از افغانستان شاید از بیرون شدن نیروهای ما از عراق در سال 2011 از سوی رئیس جمهور اوباما که به ظهور داعش و ایجاد دوره تازه عراق افغانی جهانی شد بدتر باشد. همزمان با این، دبیر کل ناتو میگوید که با وجود بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، این پیمان مأموریتش را در افغانستان ادامه میدهد و به تمویل نیروهای دولتی افغانستان تا سال 2024 میلادی پابند است. او هشدار میدهد که بیرون شدن شتاب زده از افغانستان بهای سنگین خواهد داشت. با این تعداد نیرو تامین امنیت و همکاری به نیروهای امنیتی افغانستان بسیار ناممکن است و امکان ایجاد فاجعه در افغانستان است. وزیر دفاع آلمان نیز میگوید که مذاکرات صلح افغانستان تا اکنون نتیجه ندادند و هر گونه خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید وابسته به اوضاع این کشور باشد. حمایت نیروهای آمریکایی، نیروهای ناتو را نیاز داریم. اینا در کنار ما هستند و در کنار ما خواهند بود. با خروج زودهنگام همکاران افغانمان، یعنی افغانهای شجاعی را که در برابر عرصه‌افکنان می جنگند، ترک خواهیم کرد و فشار حکومت را در گفتگو با طالبان نابود خواهیم ساخت. ترک افغانستان طالبان را جسورتر خواهد ساخت، به ویژه شاخه مرگبار حقانی را و نیز زنان و دختران افغان را به اوضاع دهه 1990 خواهد کشانید. تصمیم کاهش شمار نیروهای آمریکایی از افغانستان و بیرون شدن از این کشور به کارزارهای انتخاباتی دونالد ترامپ برمی‌گردد.